در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی از انتشار تصاویر زنکشی و توقیف رسانه انتشار دهنده آن تا برگزاری جشنواره کم فروغ فیلم فجر در اوج شیوع اومیکرون و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. جنجال من و فارسی. بعد از آن که صفحه العربیه فارسی لینک کارزار توییتری با عنوان رنج به دلیل زبان مادری با هشتگ من و فارسی را به اشتراک گذاشت، این هشتگ برای چند روز مشغله بسیاری از شهروندان ایرانی حاضر در توییتر شد تا از این طریق نسبت خود با زبان فارسی را به اشتراک بگذارند. با به میان آمدن پای برخی رسانه‌های دیگر از جمله BBC فارسی، دیدگاه‌های مخالف در مورد قیاس زبان فارسی با زبان‌های قومی و بومی شکل دیگر گرفت و موجب ترند شدن هشتگ من و فارسی شد. بحث‌ها شدت گرفت، در حمایت از زبان قومی خود نوشتند و زبان فارسی را سدی در مقابل استفاده و رشد زبان و هویت قومی خود دانستند و در مقابل عده دیگر زبان فارسی را قندی دانستند در کنار زبان قومیشان. همین موضوع در چند روز اخیر باعث شد برخی اهالی فرهنگ و ادبیات واکنششان بدهند و بخواهند از این تهدید در جهت تقویت انسجام، وحدت و وفاق ملی استفاده شود. شاعران و نویسندگان زیادی نیز درباره زبان فارسی و اهمیت آن در فرهنگ ایرانی در طول تاریخ نوشتند و گفتند. ساخت و ساز در باغ تاریخی عفیف‌آباد شیراز. پس از انتشار تصاویری در فضای مجازی از احداث یک دیوار در کنار بنای تاریخی باغ عفیف‌آباد شیراز، این موضوع به سرعت مورد واکنش و نقد جامعه و به خصوص فعالان حوزه میراث و فرهنگ قرار گرفت. در ادامه، سید مؤید محسن نژاد، سرپرست میراث فرهنگی استان فارس، اعلام کرد که این سازه موقت و برای ساخت یک سریال تاریخی ایجاد شده است. او مدعی شد که این فیلم تاریخی بناست که در شأن مردم شیراز باشد. این توضیحات اما باعث نشد انتقادها متوقف شود. در ادامه، نرگس آبیار، کارگردان پروژه سووشون، مجبور به انتشار توضیحاتی در این باره شد و اعلام کرد بعد از انتقادها بخشی از الحاقات دکور ساخته شده در این باغ تاریخی برداشته می شود. با این حال، با توجه به شواهدی که روزهای بعد به دست آمد، شبهه‌ها درباره توقف ساخت و ساز در این باغ همچنان پابرجا ماند. برگزاری جشنواره‌های کم فروغ فجر در اوج شیوع اومیکرون. بالاخره جشنواره فیلم فجر نیز به پایان رسید. با توجه به بازتاب رسانه‌ها و منتقدان از این جشنواره، به نظر می‌رسد سطح کیفی فیلم‌های اکران شده یکی از نازل‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت. در حوزه اجرای جشنواره نیز شیوع سویه اومیکرون و در ادامه ابتلای برخی خبرنگاران، عکاسان و حاضران در کاخ جشنواره به یکی از انتقادهای جدی درباره چرایی برگزاری آن در این وضعیت بدل شد. 37th جشنواره موسیقی فجر هم به طور رسمی 22 تا 26 بهمن به دبیری حسن ریاحی در بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی برگزار می‌شود و جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه و نشست‌های پژوهشی برنامه‌های دیگر این جشنواره هستند. اجراهای پاپ این جشنواره از 20 بهمن یعنی دو روز زودتر از آغاز رسمی آغاز شده و قرار است با ظرفیت 30% سالن‌ها به کار خود ادامه دهد. انتشار تصاویر زنکشی و توقیف رسانه انتشار دهنده آن. انتشار تصویر قاتل مونا حیدری در یکی از رسانه‌ها شوک زیادی به مردم و رسانه‌ها وارد کرد. ماجرا از آنجا آغاز شد که پایگاه خبری رکنا 16 بهمن مطلبی با عنوان قتل عروس 17 ساله توسط شوهرش در اهواز به همراه ویدیویی از قاتل منتشر کرد که بلافاصله جامعه را به واکنش واداشت. در ادامه، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی به دلیل آنچه تخلفات ادامه‌دار این پایگاه خبری در انتشار محتوا خوانده، به آن تذکر کتبی داد. در پی این تذکر، هیئت نظارت بر مطبوعات عصر یکشنبه 17 بهمن اعلام کرد در پاسخ به مطالبات به حق مردمی برای جلوگیری از انتشار تصاویر خشونت‌آمیز و مغایر با سلامت روانی جامعه، پایگاه خبری رکنا توقیف شد. توقیف این رسانه باعث شد موضوع چرایی و چگونگی بازتاب چنین تصاویری که از آن با عنوان تصاویر خشونت‌بار یاد می‌شود از سوی فعالان رسانه‌ای مورد نقد و بحث زیادی قرار بگیرد. در گذشت چند فعال فرهنگی. در هفته‌ای که گذشت، سعید تشکری، نویسنده و فیلمنامه نویس، در سن 58 سالگی در مشهد از دنیا رفت و هاشم رضی، نویسنده، پژوهشگر و مترجم حوزه تاریخ نیز در 87 سالگی درگذشت. همچنین علیرضا سجادپور، فیلمنامه نویس و تهیه کننده سینما که مدتی از تومور مغزی رنج می‌برد، و مریم بازرگانی، نویسنده اهل زنجان، بر اثر ابتلا به سرطان دار فانی را وداع گفتند.